صدا میره داخل. اون مجموعه 1, 2, 3, 5. گفتید که رسمش نمایش زوج مرتبی و نمایش پیکان شعر رو دیدید. اگر این دامنه تابع آر باشه، دامنه این تابع آر باشه، پاسخ چی بود؟ یه دو بوم میزنه و بوم میشه سه دو بوم میزنه یه دو بوم، یه دو بوم میشه دو بوم صفر را میزنه من یه یه پنجا میزنه میشه چی چهار ده بردش ها به دسته که بردش ها به دسته نمایش دو جمعه رشت هر پیش اف بزن سه دو اف بزن اف بزن اف بزن اف بزن اف بزن اف یه دامنه ای تو بردش رو پیدا کنید که پیدا کنید زوج مرتب و پیکانش ها زوج مرتبیش که اینه نمودار پیکانیش دامنش آر باشه پاسخ چطوری؟ میگه اگر دامنه ای تابع آر باشه یعنی همه اعداد عریضه باشه یه خط هم کنارش اگه دامنه آر باشه گفته چی ها؟ پاسخ چطوری؟ یعنی بردش چی میشه؟ دامنه اگر همه اعداد حقیقی باشه بردش هم میشه همه اعداد حقیقی وای نه بهت جوره خب دیگه بعد گفته نمایش پیکانی که نمیتونیم رسم بکنیم خاطر اینکه اعداد حقیقی شماره اعداد حقیقیه نمایش پیکان نمیتونیم براش نظر بدیم بعد خدمت هستم دیگه زوج مرکبی هم نمیتونیم براش در نظر بگیریم فقط میتونیم نمودار مختصاتی براش داشته باشیم نمودار مختصاتش را رسم کنیم نمودار مختصاتیش میشه همون نمودار خط یعنی آقا از این دوید نه دو تا نقطه شد پیدا کنیم سه سه رو منفی یک سه رو منفی یکی شد یک بذاریم میشه دو نه میگم فقط میتونیم ما نمودار مختصاتی براش رسم کنیم نمودار پیکانی و زوج مرتبی برای وقتی که دامن همه اعداد حقیقی هن قابل نوشتن نیست فقط نمودار مختصاتی را میتونیم نمودارش را رسم کنیم همین آقا دورا من بیام یه چهارم بیا دورا بیام دورا بیا دو بنیس نیسا ها باشه بیا بخ باید در شکایی از این نمودار تعدادی از طبع به رست شدن دامنه و برده هر یک از این طبع به را بکنم که نموداران هم شخص کنم در مورد در هر مورد یه لحظه سبقا بدین یه لحظه یه لحظه من شاد با یکی از این اسکای رو میگه با گوشی ها بگیریم با دور بینی گوشی اسکای رو میگه فرق نمی کنیم این کمی معرفه آر کنیم با اینترنت خود گوشی رو خب حالا فکر کنم فعال کنم چی داری فکر کنم کجا رو انجام بده آقا در خب رفت بود که نداری در بله.
شکله تو سوال دو الان مثلا تو الف عقب‌ترین قسمت شکل رو محور ایکس ها صفره و جلوترینش میشه چند؟ پنجه. عقب‌ترین تا جلوترین، برد پایین‌ترین تا بالاترین. الان پایین‌ترین قسمت شکل دو هست، بالاترین شیشه. توی سوال یعنی چه؟ در واقع داری شما وقتی داری شما مثلا تو این شکل یعنی این نقطه صفر و دو بود، این نقطه پنج و شیش. خب عقب‌ترین قسمت شکل صفر، جلوترین پنجه، پس میشه از صفر تا پنج بازه، چون این فاصله کلن داره پر میشه، به صورت بازه نمایش میده. بازم کروشه داره به خاطر اینکه خود صفر و پنجم هست. و پایین ترینمون این دامنه شد، پایین ترینمون دو تا شیش که بالاترین هست از اینجا تا اینجا، پایین ترین تا بالاترین میشه دو تا شیش. خب یه از خود را بذارم ریزا ریزا آقا شاده رو بذارم
اما قسمت پ، قسمت پ همین سوال که چند تا نقطه هست، خب اینا ما به صورت بازه نمیتونیم بنویسیم. ایکس نقاط را می‌نویسیم دامنه، وای نقاط را می‌نویسیم برد. اینجا الان نوشته دامنه، بعد اینجا آقای آبدینی، وقتی ما مجموعه می‌نویسیم آکولار، مجموعه آکولار، اما بازه هست که به صورت پرانتز یا کروشه میده. دامنش این اعدادم، بردش هم یه اعداد. منفی سه، منفی دو، منفی یک، درسته؟ یک، صفر، یک، دو، سه. بله، برد نمونم. چرا سه یک دیگه جلو در سه را دارید؟ بردش هم برد حالا ببینیم، برد، منفی سه، منفی دو، صفر، یک، دو. منفی سه، منفی دو، صفر، یک، دو، درسته؟ خب بقیه شکل هم همه بازه هست، مثلا شکل ت پایین ترین تا بالاترین برده که منفی 5 تا 4 و در واقع عقب ترین تا جلوترین دامنه. یه اشتباهی داشتم من توی تمرینا که بچه‌ها فرستادن توی شکل، تو همین شکل من یه اشتباه انجام داده بود، حالا یادم نیست کدوم از دانش آموزا بودن، من که تو خونه هستم خوب بهتر بودم. مثلا اینجا همچی شکل رست کرده، اینجا هست نقطه دو و چهار، نقطه چهار و صفر، نقطه منفی یک و منفی پنج. ببینید خوب دقت کنید، شما وقتی دارید دامنه می‌نویسید به صورت بازه، نباید بیا این سه تا عدد رو بنویسید، عقب‌ترین شکل تا جلوترین، این حال به صورت پیوسته هست، یعنی میشه از منفی یک تا چهار، این میشه دامنه این بازه، از منفی یک تا چهار همه اینا. ببین گفتیم که نقاط دارن محور اکس رو رو کجا پر میکنن، ما دارن رو محور اکس رو حرف میزنیم، میگیم که از اینجا شروع میشه اینا رو پر میکنن همه شکل تا اینجا، یه کار به این نقطه که آیا بالاتر رفته پایین تر رفته نداره، ما رو محور اکس داریم حرف میزنیم، رو محور اکس میگیم از منفی یک شروع میشه تا چهار. حالا برای بردش میشه از منفی پنج رو محور وای ها داره پر میشه تا چند؟ چهار. این چهار از بردمون میشه از منفی پنج پرانتز منفی پنج تا چهار دسته، ولی مطلب که نوشته منفی یک دو و چهار که غلطه، این در صورتی که همین سه تا نقطه بود، بله حرفتون درسته، سه تا نقطه را میگن با کلاره تازه میگذاشتیم، تازه داشتیم داخل آخره سه تا نقطه بود، ولی وقتی بازه هست بازه دو تا عدد بیشتر توش نوشته نمیشه، اولی و آخری، حالا ممکنه خودش فاصلش قطع شده باشه مثلا اینجا، خب شما باید از دو تا اینجا رو بنویسید، اجتماع دوباره از دو تا اینجا، یعنی دو قسمتش کنید بازه تون را. شکل بعدی هم که ت هست از منفی بی نهایت تا سه بردشه و از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت هم آر، یعنی اعداد حقیقی، درسته؟ و آخریش دوباره از منفی دو تا هشت دامنه و بردش هم از منفی یک تا هفت، کاملا درست. بفرمش سوال سه، نفر بعدی کی میاد با تابلو؟ سوال سه، سوال چهارم شما بیاد، سوال سه فقط خسته اون طرف رو ننویس که بچه ها نمیبینن، یا اگر میرشید نه آقا میبینن مختصو بردیم خواب نه بابا همش کمه نمیست بله بابا همش کمه نمیست تابلو رو پاک کن آقا هلا غیر آشد که این تمام میگیریم چهارشنبه هفته آیم آقا از چه پس داریم؟ تاز با سوال پس هنگ باشد تا هم نمیدیم چی گفتی به اثر کسی دیگه چی میتونم آقا هم زنی که دیگه سوال دارم این
گرفتی عکس شد. عکس. دیگه نمو داشت. آره که. اون سوال پنجه خدا آیده نه با گفتی تو دفتر نه نیمیسی نه چی بودی؟ دفتر یعنی بشتی؟ یعنی کتاب آره آقا نه گفتی همه تو کتابی بینه فهمیده همه تو کتابی میشنه نیمیشه آقا خب سوال سه اول درستی یا نادرستی گزاره های زیر را بررسی کنید. الف دامنه تابع fx مساوی x دو منهای یک بنویس در آن دامنه شو گفته از صفر تا مثبت بی نهایت صفر باز تا مثبت بی نهایت و بردش از صفر تا مثبت بی نهایت. خب درسته دامنش y مساوی x2 نید y مساوی x2 به علاوه x2 منهای 1 x2 منهای 1 سهمیه دیگه دامنش چی میشه؟ دامنش آقا میشه که چیست دیگه؟ بی نداره دیگه همون سه نقطه هست دیگه سه نقطه هستشه که بکشیم در مستقیم نیست در تو یکی میره پایین اینجا میشه همون x2 را یکی بیاری پایین وقت دامنش از عقب تنی تا جلو تنی یعنی چی؟ سوی کشور خود رس میشه منفی بینات تا مصبت همون سیف را سیف ها دیگه یه واحد بیار پایین سهم میدار من نشه دارد میگه من در هر صورت منفی بینات تا مصبت بینات همون یه نوره بینات میشه این سیف را سیف همونجا سیف را سیف میشه یک و منفی یک اونم یک و منفی یکی بیا پایین هر دو تا رو نرد دیگه یکی پله بیارش پایین بیا رو خط حالا یه بار دیگه نمیشه x دو منهای یک حالا دو از منفی از منفی بی نهایه تا مثبت بی نهایه ولی چی نمیشه الان؟ از صفر تا مثبت بی نهایه پس این درست نیست الف درست نیست ب دامنه fx مساویه اینجا بنویسا fx مساویه قدر مطلق x منهای یه سبو اول fxشو بالاش بنویس قدر مطلق x منهای یه سبو با این بیه داره به مجبوری این قدر میگو خب حالا همینطور به هم بگونم دامنه قدر مطلق چی بود؟ دامنه قدر مطلق از قدر مطلق ایش مثل هفت بود خب دامنه چیه؟ دامنه همون سخمیه دیگه نه چی میشه؟ از چی تا چی؟ از منفی بینه تا مثبت بینه دامنه از منفی بینه تا مثبت بینه هم برای x2 اینطور هم برای قدر مطلق خب پس اینجا گفته دامنهش همه اعداد حقیقی تا اینجا درست و برد قدر مطلق x2 بردش چی میشه این؟ بردش آقا میشه از صفر تا مثبت بی نهایت در حالی که یه سوم اومده پایین دیگه پس میشه از چی؟ از منفی یه سوم تا مثبت بی نهایت از منفی یه سوم تا مثبت بی نهایت پس به درست نیست نه که متوجه نشدن دقت کنن ما توی انتقال آقایون توجه کنید نهایی که انتقال را نبودن متوجه نشد ما تو انتقال گفتیم یه قدر مطلقه x داریم که اینه سه نقطه اصلی داره این قدر مطلقه x اینا میگیم نمودار خود قدر مطلقه x حواستون اینجا هست باقل درسته این خود قدر مطلقه x بعد گفتیم انتقال اینا چی میگه این داره میگه یک سوم قدر مطلقه را بیار پایین به اندازه یه سوم و اگر یک باشه ما سه قسمتش کنیم یه سوم بیاد پایین بیاد اینجا یعنی قدر مطلق ما این میشه و الان این دامنش چیه؟ همه اعداد حقیقی بردش از منفی یه سوم تا مثبت بی نهایت مگه ما نگفتیم اگر گفته بود fx به علاوه آ یعنی نمودار را آ واحد روی محور وای ها به سمت بالا یا پایین ببری گفتیم خود قدر مطلق x اینه حالا قدر مطلق x منهای یه سوم یعنی قدر مطلق را یک سوم بیارش پایین یک سوم بردیم پایین این میشه نمودار یعنی نمودار رو تبدیل میشه به این نمودار این میشه قدر مطلق x منهای یک سوم
پس بردمون وقت چی میشه؟ الان فتحی فور بردمون چیه اینجا برای یکی؟ در حالی که بردی که توی کتاب توی این قسمت ب داده گفته از دو تا مثبت پس غلطه. تو بردش از دو تا مثبت بی نهایت که غلط است. آقا میشه نمایش جبری نمایشون بود. چیا؟ روشه؟ دو تا نقطه شما داشته باشه. یعنی نقطه یابیشه میگه. یعنی از طرف ببین ما رسم یک تابع را به دو صورت داریم، یا نقطه یابی یا انتقاد. اونا میگن نقطه یا میشه نه آقا نمایشه جرم ثابتشو به دست بیاریم دمکه الان ثابتشو داده خودش همه یه دونه حل میکنم حالا تو تمنا هست میرسیم بعدا دونه حل میکنم مثال میزنیم خب قسمت پ قسمت پ یالا پ گفته تابع اف ایکس مساوی دو اف ایکس مساوی دو که گفتیم اسم تابع میشه چی؟ مساوی دو اسم این تابع چیه؟ که مساوی یه عدد ثابت تابع های ثابت تابع های هست که موازی محور ایکس ها هستن یعنی هر عدد دامنش بذاریم دامنش چیه این تابع ها؟ همه عدد حقیقی شما هر عددی رو به جای ایکس میتونی قرار بدی اما بردمون میشه فقط دو خب اینجا گفته دامنش دامنه تابع منفی بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت درسته دامنش بردا نگفته گفته دامنش منفی بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت که درست و آخرین قسمت اینجا پاکش کن این طرفا قسمت آخر از این سوال گفته اگر f x مساوی 2x به علاوه 1 باشه f x مساوی 2x به علاوه 1 باشه چرا خط کشیدی زیرش اگر f x مساوی 2x به علاوه 1 باشه آیا f 1 مساوی است با خط کسری صورت f 2 تقسیم بر 2 یا آیا این برقراره؟ اگر f x این باشه آیا این برقراره؟ خب باید چکار کنیم؟ بعد یک رو بزن اینجا اول f 1 را پیدا کنیم f 1 و f 2 را به دست میاریم f 2 هم به دست بیا حالا جای گذاری کن این شد 5 اونم شد 3 آیا میتونیم بگیم 3 مساوی است با 5 دوم؟ خیلی پس نه غلط پس پس دقت کنیم سوال این بود گفتم اگر f x 2x به علاوه 1 باشه آیا میتونیم بگیم f1 مساوی است با f2 تقسیم بر 2 ما باید f1 رو پیدا کنیم که پیدا کردیم یعنی جایی تو داشتیم 1 شد 3 f2 هم پیدا کنیم که همینطور جایی تو داشتیم 2 شد 5 3 مساوی 5 دوم که غلط 3 با 5 دوم برابر نیست پس این هم درست نیست خب سوال 4 هم خواستی بیایی طبیعی بیایی خطاب بود شعاع R در دو انتهای استوانه تشکیل شده
اگر ارتفاع استوان 30 متر باشد حجم تانکر رو بر حسب تابعی از آر به دست بیارید. حجم رو با وی نمایش میدیم. ما وی آر رو میخواییم. وی پرانتز آر. حجم تابع رو بر حسب آر میخواییم. خب حجم استوانه چی میشه؟ پی آر دو مساحت قاعده زد در ارتفاع پی آر دو اچ. درسته؟ ارتفاع همون چنده؟ رو به روش میدیم. ارتفاع هم نداده؟ سی سی پی آر دو اونم پی چار سوان پی آر سه. بله آقا این همکارا حالا توضیح سوال میگه که یه تانکر به صورتیه که از یه استوانه و دو تا نیمکره در دو طرف این تانکر دو تا نیمکره قرار داره. دو تا نیمکره با هم چه یک کره به شعاع آر هم گفته، یعنی شعاعمون آر هست. حجم کره که همونطور که نوشته میشه 4 سوم پی آر 3. یه فرمولا باید از قبل یه نیمکره دو تا نیم کره میشه یک کره. چهار سوم پی آر سه حجم کره هست. از طرف حجم استوانه میشه مساحت قاعده ضرب در ارتفاع. قاعده دایره هست. مساحت دایره میشه پی آر دو ضرب در ارتفاع که میشه اچ یعنی سی. ارتفاع خود سوال داده سی. پس مساحت حجم استوانه میشه پی آر دو اچ که میشه سی پی آر دو. این هم که حجم کره. جمع این دوتا میشه حجم کل این تانکر. چرا از یه تابع میگه دار تابع بر حسب آر. میخواد دیگه که تابع ها فقط ایکس و وای نیستند. اینجا مثلا این همون وای حساب میشه و ایکسمون همون آر ها هستن که اینجا قرار دارن. متغیر مستقل و وابسته ای که قبلا یه بار گفتم که یکی از جلسات بهتون، اینجا الان متغیر مستقل محاره، یعنی آر عددی که ما خودمون قرار میدیم، اما حجم بستگی دارد به آر. پس میگیم متغیر وابسته، یعنی هرچی ما به جای آر قرار بدیم یه حجم به ما میده. پس در نتیجه متغیر وابسته اون میشه دیگه. آقا این حجم تابعه داره. آقا یه تابعه دیگه، یعنی الان یه تابعه که یه سهمیه. یه الان ببینید مثل این که یه سهمیه، مثلا یه درجه سه کلمه درجه سه را تابشا نخوندیم. یه الان یه تابعه بر حسب آر. اینجا میخواد همطور که الان گفتم میخواد بگه شما فکر نکنید تابعه فقط ایکس و وایه، بلکه میتونه تابعه بر حسب مثلا وی و آر هم باشه، بر حسب اچ. حتی شما تو فیزیک وقتی مثلا میگی که فرض کن مسافت را یا سرعت را میخواید بررسی بکنید، مثلا میگید که وی مساوی است با آتی که برای از شتاب استفاده میشه، این سرعت را وی در نظر میگیری، آ شتاب تی زمان، میگیم سرعت یه تابعی است بر حسب زمان. چون شتاب یه عدد ثابته، سرعت یک تابعی است بر حسب زمان. درست شد؟ حالا در موارد دیگه که تو خود درس فیزیک من وجود داره. دلتا تی ها. نه همین در مثل همین ها. آقا فیمان دست بگی کنون دلتا تی ها میتونه اولی کار نکرده که یه ما هم فقط یاد کرده. آقا این بازیست تو شیم میدانم. آقا این کله توجه کنید. همه حواست اینجا میگه که این وی آر یعنی چه؟ ببین مثل اف ایکس که میگید تابعه بر حسب ایکس مساوی است با دو ایکس به علاوه یک، این هم همونه. وی یه تابعه بر حسب آر که میشه این، یعنی شما اگر به علاوه وی یک را پیدا کن، یعنی به جای آر بذار یک. درست شد؟
وی یک را پیدا کنید به جای آر قرار بده یک تا وی به دستی. خب نفر بعدی سوال شیش کیمه آقا بزنید عرز 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 مهدی لطفی اگر هستی همه الان حضور رو اعلام کن اینه آقا یه ما چی گفت آقا شما کجا نمیاریم 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 آقا مهدی لطفی آقا من که 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 مهدی لطفی آقا جدی آقا ماسک باش رفت ده باسته آقا زردش گوش بده آقا من زوده گوش بده بعد بیاد آقا دستی بده دیگم آقا خب حواست اینجا ما اینجا چند تا شاخه داریم یک، دو، سه، چهار، پس تابعمون چهار ضابطه ایه یعنی چهار تا ضابطه باید خیلی داره دفعه ایکس مساوی هست هر چهار تاشم حالا خوشبختانه خطه سرمی خوشبختانه چرا آقا؟ اول اینکه این صاف هست که بعد از من پای دو باشه پس یکیش تابع ثابته تمام خطهای موازی محوره خطهای موازی محور ایکس ها خطهای ثابت هست شما منفی سه در نظر بگیرید پس خدا نشامزانی که یاد نگرفتن خط هایی که ما داریم یه سرش خط های موازی محور ایکس ها به این خط ها میگیم خط ثابت خط هایی که موازی این خط های ثابت یه عدد بیشتر نیستن و همون عددی که محور وای ها داره نشون میده یعنی عدد منفی دو یه ایکس و اینا براش نمی نویسیم بگیم خط وای مساوی منفی دو اما از کجا تا کجا از این طرف که منفی بی نهایت تا سه منفی پس بگیم ایکس های کوچکتر مساوی منفی سه حالا آمدیم سراغ این خط گفتیم اگر بخواییم معادله یه خط را بنویسیم باید دو نقطش را داشته باشیم یه نقطش اینه که منفی سه و منفی دوه بنویس نقطه هاشا آقا این تا بینیست نه نه اینا رو برو هم نیست منفی سه و منفی دو یه نقطشه یه نقطشم منفی دو و سه منفی دو و سه هم نقطه دو باشه وقتی ما دو نقطه از خط را داشته باشیم شیب خط را همطوری که از پیدا میکنیم و معادل را میرسیم منهای بله منفی سه هنج یکم که برابر است با پنج
شیب خطمون 5 ه چه پس وای مساوی از با 5 ایکس به علاوه اچ به جای ایکس و وای یه نقطه را قرار می تا اچ بده است سه و سه و مساوی میشه نه وای عدد تو وای مساوی است به 3 مساوی است با چه سیزده پس معادله مون شد 5 ایکس به علاوه 13 پس بنویسیم 5 ایکس به علاوه معادله این خط هست 5 ایکس به علاوه 13 برای چه ایکس هایی از کجا تا کجا؟ از منفی 3 تا منفی 2 از منفی 3 کوچکتر مساوی ایکس بله حالا درستش بکنم منفی 2 حالا چون اینجا منفی 3 را مساوی گذاشته بودیم اینجا دیگه نزده آقای ما منفی سیم بالا گیرام اشکال نداره دوتا یه نقطه میشه چون یه نقطه میشه اشکال نداره اگر اینجا دوتا نقطه میشد متفاوت آقا یه بار دیگه این قسمت وقتی میخوایم ضابطه بنویسیم باید ببینیم اینا داریم بنویسیم باید ببینیم خط یا سهمی ببینیم خط دو نقطه شو باید داشته باشه دوتا نقطه را بنوشتیم نقطه منفی 3 و منفی 2 منفی 2 3 معادله یه خط را به این صورت می‌نویسیم شیب را پیدا می‌کنیم حالا می‌تونیم از جایگذاری و دستگاه دو معادله و دو مشغول هم استفاده کنیم شیب را پیدا می‌کنیم شیب میشه y2 منهای y1 x2 منهای x1 شیب به دست اومد خب شیب را می‌ذاریم جای m حالا h را می‌خوای به دست بیاریم یک از نقاط را انتخاب به جای x و y قرار می‌دی h به دست میاد حالا معادله خطمون شد 5x به علاوه 13 اما دامنش میشه از منفی 3 تا منفی 2 توی این محدوده حالا میام خط سومی خط سومی دوباره میشه منفی 3 و منفی 2 و 3 یکی از نقاطش اونا رو پاک کن 2 0 و 2 نه آقا یه ما دو نه گفتیم حاضر هست آقا چرا شب میسه حالا فعلا بیان خودمون اینجا تو کلاس منفی 2 و 3 منفی 2 و 3 یک از نقاطمونه 2 و 0 نقطه دیگه آقا حاضر زمانش اینجا 2 و 0 خب دوباره همون کار رو برای این خط انجام میدیم بچه ها شیب را خط ها را به اگه میخواید شیبش را پیدا کنی یه بار دیگه هم شاید تو کلاس شما گفتم که وقتی میخواید شیب خط را پیدا کنی از یکی از نقاط شروع کن بدون اینکه بخواید اون کار را انجام بدی از یکی از ما یا این یا این اول ببین چند تا رفته بالا یا پایین بعد ببین چند تا رفته جلو یا عقب اون بالا یا پایین میشه صورت جلو یا عقب میشه مخرج حالا از اینجا من میرم خواهد بیاد اینجا دو تا اومده سه تا اومده پایین پس منفی 3 صورت بعد سه تا رفته چهار تا یک دو سه تا رفته جلو سه مخرج میشه منفی یک شی میشه یعنی بدون اینکه بخوای از در واقع فرمول استفاده کنی یکی از اینا حتی این نقطه را انتخاب کنی چند تا رفته بالا چون اومده بالا دیگه اول چهار تا رفته چهار تا رفته جلو اونجا منفی 3 4 میشه نه اینه نه منفی 3 4 اومه سه 4 اومه سه 4 اومه فرق نمی کنه اول ببینید چند تا بالا یا پایین رفته بعد ببینید چند تا جلو یا عقب بعد وای تاس بله وای بالا پایین همین دیگه یعنی در واقع ما همین رو داریم انجام وای دومن های وای یک به ایکس دومن های دیگه اون هم نیاز نیست منفی 3 4 ام ایکس حالا جای گذاری بکنیم یکی شد منفی کدوم ها قرار دادی؟ صفر مساوی است با
منفی 6 چهارم اچمون میشه مثبت 6 4 چون میاد این طرف مثبت 6 4 یعنی 3 3 2 خب پس معادلمون میشه منفی 3 چهارم x به علاوه 3 دوم بله بله دو رزولتش بریم دو فرق نمی کنه بایی بره تا با شیبا پیدا یه همون روشه شما اول باید تو دو باید من آره باید تو سایز با ام در ایکس دومن های ایکس اول ام رو باید پیدا کنید نه ایکس دومن چرا من باید ایکس دومن های ایکس حالا وای من های وای یک مسایز با ام در ایکس دومن های ایکس یعنی الان باید اول شیب رو پیدا کنیم بعد یکی از نقاط قرار بدیم یعنی دقیقا همین کاری که اینجا داریم انجام میدیم شیب رو پیدا کنیم یه نقطه قرار بدیم آقای صاحب آقا اونجا میتونیم به جای بالا اینو بشتیم منفی دو مساوی گذاشتیم تو پایین یه مساوی اشکال نداره چون دو تا نقطه یکی میشه اشکال نداره خب و اما آخرین خط آخرین خط هم دوباره دو نقطه شا داریم آخرین خط دو نقطه شا داریم یکی نقطه دو و صفر نقطه دو و صفر سه و یکم نقطه سه و چهار آقا نکلس آقا خیلی سه سه درس یه با هم فستا دار خب سه درس آقا بستا بزنی سه منهای بله بیا نمیشه سه منهای چهار x به علاوه h صفر و صفر مساوی است با 8 به علاوه h به علاوه h دیگه h میشه منفی 8 نتیجه h میشه پس میشه چهار x منهای 8 چهار x منهای 8 بین دو و سه مساویه سه خب آقا حسن آقا جوابه آقا میان به انتصال آقا میتونی به درچی چی که مرسیم آقا بودو رو آقا این ها یه زبان رو بچه ها تا اعلام به حضور رو کنیم خودکار کی داره؟ خودکار داره دیگه بیا بده من آقا من خواهم بگم علی باید سی دو دقیقه ما الان میاد نو مرده علی اگه شروع کنه نایی میده یه دست بزنیم تا این خیلی بیگه خواهد با آدری حرف میگم دو دقیقه میگم چرا دیگه بلدی رزا خودکار بدی علی گرجی تو مزه معلومه